بسم الله الرحمن الرحیم. صدای عجیب تیراندازی هوایی در ملک شهر اصفهان. سلام خدمت همراهان همیشگی حاشیه نگار. در این کانال ما به بررسی شایعات منتشر شده در فضای مجازی میپردازیم. گزارش امروزمون درباره یک شایعه است که یکی دو شب پیش توی مجازی پخش شده که ادعا میشد که حمله رژیم ابریزبان و مقابله پدافند ایران هست و توی ویدیوی امروزمون به بررسی این موضوع میپردازیم و از میزان واقعی بودن این شایعه براتون میگیم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. چند شب پیش بود که فیلمی منتشر شد که با عنوان صداهای عجیب تیراندازی در ملک شهر اصفهان عنوان شد. با توجه به سابقه شهر اصفهان در اینطور حوادث، این کلیپ به سرعت در فضای مجازی و جامعه منتشر شد و در همان ساعات اولیه پلیس اصفهان اعلام کرد فیلم منتشر شده قدیمی است و هیچ تیراندازی در ملک شهر رخ نداده و ادعاها در این زمینه کذبه. اما این تکذیب هم حتی نتونست بخشی از جامعه رو راضی کنه. البته ناگفته نمونه دلیل حساسیت روی شهر اصفهان صرف نظر از بودن تأسیسات حیاتی در اصفهان همچون کارخانجات صنعتی مهم و بودن تأسیسات هسته‌ای در اطراف این شهر اینه که در وعده صادق یک رژیم ابریزبان به خیال خودش در پاسخ به ایران با ریزپرنده‌ها به یک رادار S-300 در اصفهان حمله ای داشت و با منتشر کردن تصاویری مدعی نابودی یک رادار S-300 ایران شد و چون در نهایت بعد دو هفته این رادار به سامانه برگشت، ادعای رژیم ابریزبان با شکست مواجه شد. البته قبل از اون هم رژیم ابریزبان در اصفهان سعی کرد که یکی از سوله‌های وزارت دفاع رو منهدم کنه که این اتفاق مربوط به بهمن سال 1401 بود. بماند که همین چند روز قبل هم که به دنبال انتشار اخباری در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌های داخلی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا هر گونه حمله خارجی در شهر اصفهان رو تکذیب کرد و این صداهای به وجود اومده رو در نتیجه آزمایش سیستم جدید پدافندی این قرارگاه ذکر کرده بود. و البته باز هم ناگفته نمونه که در مجموع پدافند این شهر به شدت قویه و برخی از سامانه‌هایی که برخی در سوریه امتحان پس دادن، مثل سعیر که یکی از این سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف این شهر به نگهبانی از تأسیسات مهم این منطقه مشغولن، که در دو نوع مختلف یعنی کششی و متحرک که همون سوار بر کامیون تولید و عملیاتی شده است. این توپ کششی یک هویترز ضد هوایی و در عین حال چند منظوره که برای مقابله با اهداف تا ارتفاع 12000 متر طراحی شده، قابلیت اتصال با سامانه‌های راداری و اپتیکی رو هم داره و توسط یک سیستم کنترل آتش هدایت میشه. عملکردش هم در سرنگونی کروزها بسیار خوب گزارش شده و حداقل در سوریه امتحان خودش رو خوب پس داده. در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگر دشمن صهیونیستی غلطی ازش سر زده بود، تا به حال ده‌ها عکس از ماهواره‌هاشون با کیفیت 4K منتشر و در فضای مجازی و تمام بنگاه‌های خبری منتشر شده بود. پس در نتیجه قطع به یقین اطلاعیه پلیس اصفهان درسته و این فیلم مربوط به چند سال پیشه و احتمالاً باید مربوط به یک مراسم آتش‌بازی باشه. خب دوستان، اینم از برنامه امروز. خیلی ممنون که منو تا به این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستم و تا برنامه بعدی، یا علی مدد.